امروز میخوام یه تکنیکی بهتون یاد بدم که خیلی از طراحهای رابط کاربری که توی اینستاگرام نمونه کاراشون رو میذارن دارن ماهی چند میلیون تومن فقط با همین تکنیک ساده درآمدزایی میکنن خیلی کامنت اومد واسه من که آقا چند تا سایت معرفی بکن که توش بتونیم طرح رابط کاربری رایگان دانلود بکنیم و باهاش توی المنتور تمرین بکنیم خب معرفی کردن چند تا سایت که کاری نداره من الان دو تا لینک بهتون بدم شما برین استفاده بکنید من میخوام یه تکنیکی بهتون یاد بدم که علاوه بر این که بتونید طرح رابط کاربری خودتون رو رایگان بسازین بتونید از طراحی رابط کاربری بدون اینکه مهارتی داشته باشینم کسب و درآمد بکنین البته پیشنهاد نمی وارد مرحله کسب و درآمد بشین اونم بدون اینکه دانشتون توی زمینه حالا یو آی بالا ببرین اما با این تکنیک شما میتونید طرح رابط کاربریتون رو یا یو کیت وبسایتتون رو قبل از اینکه به المنتور تبیرش بکنین خودتون اونو طراحی بکنیم اما این پروسه چطور اتفاق میافته؟ قدم اول اینه که شما یه طرح رابط کاربری رو رایگان دانلود بکنیم حالا اگر میخوای پولی هم دانلود بکنی خب میتونیم پولی دانلود بکنیم یه طرح رابط کاربری با کیفیت خارجی ما دانلود میکنیم که هیچ هزینه ای هم نداره ما این طرح رابط کاربری رو را میاییم اول یک فارسی میکنیم یعنی متنشو فارسی میکنیم بدون اینکه اصلا توجه کنیم معنیش چیه معنی متن چیه و توی قدم آخر ما میایم اونو قرینه سازی میکنیم یعنی اگر چپ چینه راستچینش میکنیم اگر یه عکسی سمت چپه میاریم سمت راست یه جوری که بومی سازی بشه در حقیقت کاری که ما میخوایم بکنیم اسمش بومی سازی طرح رابط کاربریه دو تا وبسایت هست که میشه باشون طرح رابط کاربری رایگان دانلود کرد اولین وبسایت وبسایت لاپا و دومی وبسایت UI این دو تا وبسایت رایگان چطور کار میکنن اینا میان هر جا هر کی یه طرح رابط کاربری رو رایگان منتشر کرده بود اینا میان لینکش رو میذارن توی سایتشون یعنی یه جورایی مجموعه ای از طرحهای رابط کاربری رایگانه از کل وب الان ما چطور میتونیم یه طرح رابط کاربری رو برای نرم افزار دانلود بکنیم یه بار دیگه دقت بکنیم یه طرح رابط کاربری برای وبسایت وب طرح رابط کاربری وب چون طرح رابط کاربری موبایل هم داریم طرح رابط کاربری وب با نرم افزار ادوبی XD که بتونیم فونت فارسی هم بهش اضافه بکنیم و استفاده بکنیم ما مثلا میایم توی وبسایت UI store.design اینجا میتونید کلی طرح رابط کاربری و پک آی... پک آیکون اینجا یه سری تگا سایتش اضافه کرده که میتونین های رابط کاربری مربوط به هر نرم افزار رو ببینیم الان چیزی که ما میخوایم ادوبی ایکس دیه پس من روی این کلیک میکنم اینجا میبینیم که کلی طرح رابط کاربری هست که ما میتونیم اینجا دانلود بکنیم وبسایت لاپان اینجا هم دقیقا عین همین کار میکنه اما پیدا کردن طرحهای رابط ادوبی ایکس یه مقدار سختتر چون اینجا باید بنویسیم مثلا ادوبی ایکس دی توی قسمت سرچش و اینتر بزنیم بعدش یکی از این لینک که مربوط به طرح رابط کاربری وب هست کلیک میکنیم اینجا که این صفحه طرح رابط کاربری واسه ما میاره ما اینجا توی تایپش روی ادوبی ایکس کلیک میکنیم خب میبینیم که اینجا کلی طرح رابط کاربری رایگان بهمون میده اگر بخوایم طرح رابط کاربری پولی دانلود بکنیم که خیلی با کیفیت و یه کیت آماده بهمون میده با چیکار بکنیم بعد بریم توی وبسایت انیماتو المنتس وبسایت انیماتو المنتس هم باز مثل همین بریم سرچ بکنیم ادوبی ایکس البته توی وبسایت انیماتو المنتس شما باید اشتراک ماهیانه خریداری بکنید به دلار یه وبسایت دیگه است که اون خیلی حرفه ای تر طراحاش یو آی میذارن که اون وبسایت اسمش ui8.net که اینجا باز شما میتونین اینجا سرچ بکنین UI آی کیت ها رو پیدا بکنین هی hey, فیلتر بکنین برین جلو مثلا من الان روی یو آی کیت که کلیک کردم میتونم فیلتر کنم که UI کیت برای وب میخوام و برای نرم افزار ادبی xd که الان اینجا شما میتونین برای انواع وبسایت مثلا کریپتو کارنسی یا مسافرت یا املاک هر چیزی که شما میخواین وبسایت طراحی بکنین واسش اینا واسش اومدن یه طرح رابط کاربری ساختن مثلا الان اینجا من این فروشگاهیه رو باز بکنم اینا میان یه طرح رابط کاربری با پالت رنگ فوند دیزاین سیستم همه چی رو جا میدن تو این طرح رابط کاربری و قیمتش هم میبینین 60 دلاره واقعا ارزش داره بس برای کسی که میخواد یه استارتاپ را بندازه این 68 دلار رو هزینه میکنه و بعدش میتونه با تکنیکایی که چند دقیقه دیگه بهتون میگم این طرح رو کامل فارسی و قرینه بکنه ما چون دلار گرون شده این تبار رو میبندیم که هرس نخوریم بعدش میریم جلو یه طرح رابط کاربری از اینجا دانلود میکنیم خب من روی ادوبی ایکس کلیک میکنم این صفحه رو میاره آخرین طرح وب اینه خب یه لندینگ پیج اینجا هست که ما میتونیم اینو دانلود بکنیم روی این کلیک می‌کنیم و بعدش روی فری دانلود کلیک اینجا میبینی که میره توی یه وبسایت دیگه دقیقا همون حرفی که من چند دقیقه پیش زدم این وبسایت مثلا UI design میاد طرحهای رابط کاربری کل دنیا رو جمع میکنه بعد که روی اینجا مثلا روی دانلود زدین برمیگرده روی وبسایتی که واقعا این طرح گذاشته باز این وبسایت بیشتر بیشتری گذاشته که میتونی اینجا روی ریسنت ورک کلیک کنین و ببین خب من روی get this template کلیک میکنم و بعدش روی این لینک از اونجایی که این طرح رایگانه ما برای دانلود کردنش خب دردسر بیشتری داریم هی hey, از این وبسایت میاد رو اون وبسایت باز میاد تو این وبسایت میبینی که قیمتش صفره پس من اینجا روی قیمتی اینجا میتونم من یه قیمت وارد بکنم که از این طرح حمایت بکنم من 0 دلار از این طرح حمایت میکنم و میرم بعدی ایمیل رو میزنم و اینکه با چه ناروز... اینجا نوشته میخوای با چه نرم افزار اینو ادیت بکنی من میمیسم مثلا xd و بعدش روی get کلیک میکنم حالا من روی این ویو کانتنت که کلیک بکنم میتونم طرح رابط کاربری رو دانلود بکنم. خیلی خوب این روی دانلود اینجا کلیک میکنیم و تر رو دانلود میکنیم. روی استار دانلود میزنم تر دانلود میشه و بعدش روی اوپن فولدر. من الان قدم اول انجام دادم یعنی یه طرح رابط کاربری رو دانلود کردم. قدم دوم اینه که این طرح رابط کاربری رو ما فارسیش بکنیم. شما میتونید همینو مثلا بیاین اینجا راست کلیک بکنین، هیر بزنین. الان بیام دوی توی پوشه ای سورس اینجا دو تا فایل بهم داده یکی برای نرم اسکچ یکی فیگما یکی هم که اینجا ایکس که میشه سه تا فایل حالا من روی اینتر که کلیک میکنم نسخه ای ادوبی ایکس اینتر این تر رو باز میکنم این که من الان اینجا دارم میام باز میکنم اینو یه لندینگ پیج خیلی خیلی خوب با دیزاین عالی که میتونم همینو من ایرانیزه بکنم و استفاده بکنم برای یه مشتری که دارم مثلا یه آژانس مسافرتی میاد به من میگه آقا یه طرح لندینگ پیج واسه من طراحی بکن من میگم خیلی خب هزینه طراحی یو آیش مثلا میشه یه میلیون تومن هزینه پیاده سازیش هم مثلا میشه دو میلیون تومن هزینه طراحی لندینگ پیج شما کلا میشه سه میلیون بعدش خب من میتونم با همین تکنیک اگر مثلا اکانت پولی انواتور داشته باشم یا یو 8 که دیگه خیلی بهتر یه تر با کیفیت دانلود میکنم و بعد از اینجا به بعدشو این کاری که امروز میخوایم انجام بدیم الان من این تر جلو, جلو روی من شما میتونید همین طرح رو اگر میخوایم باهاش تمرین بکنین ببرید توی المنتور با اون ویدیوهایی که تا الان ضبط کردیم استفاده بکنین خب اما کاری که من میخوام انجام بدم اینه که فرض رو بریم میذارم که یه مشتری یه آژانس مسافرتی گفته آقا به من گفته که آقا یه طرح لندینگ پیج برای من مثلا طراحی بکن خب من طرح یو دانلود کردم الان میخوام استفاده بکنم قدم اول اینه که ما اینو فارسیش بکنیم بعد از فارسی سازی قرینه بکنیم یه وقت هست شما میتونی کل این متنا رو کامل کل متنایی که تو این طرح هست رو کامل فارسی بکنی بعد دوباره بشینی از اول مثلا چپچینا رو راستچین بکنی یا یه وقت هست مثلا من این متن که اینجاست رو چند بار کلیک میکنم مثلا می نویسم که یه متن فارسی می نویسم مثلا با ما دور ایران بگردید خب اینو که فارسی کردم میتونم تک تک بیام هر بعد از هر بار فارسی سازی هر متن اینا رو راست چین بکنم خب حالا این ماما نوشتم ماما دور ایران بگردید روی این ماما دور ایران بگردید کلیک میکنم دابل کلیک میام اینجا روی راست چین کلیک میکنم میبینی راست چین شد تموم شد بعد مثلا میتونم این یه مقدار بیارمش اینجا که فیت بشه با این متنی که اینجاست بعد مثلا میام سراغ متن دوم می نویسم که با ما هیجان مسافرت را تجربه کنید یعنی خدای شواره بعد اینو بیشتر میکنم باز میکنم اینو رو میتونم کوچیک بکنم من میسم مثلا 60 و نه 74 فونتش هم تبدیل میکنم به چی مثلا یه فونتی که دوست داریم مثلا چیه؟ انجمن فونت انجمن رو داریم نه اینو باید دوبار کلیک بکنم خب من این فونت رو میتونم عوض بکنم بنویسم مثلا فونت انجمن اینم یه فونت دیگه داریم اینجا که یه متن دیگه داریم اینجا که فونتشو بعد عوض بکنیم با ما ماما دور ایران بگردید این ماما دور ایران بگردید هم فونتشو میذاریم انجمن خب حالا ما میتونیم کل وبسایتمون رو همین جور فارسی بکنیم قرینه بکنیم فارسی بکنیم قرینه بکنیم الان مثلا همین متنی که اینجا من نوشتمو باید فکر کنم راستچین کنم به خب راست چین شد ما, ما با دور <applause> چه متنایی می نیستم اینجا الان مثلا باز یه سری متنای دیگه اینجا داریم متن پاراگراف مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که شما نمیتونین تک تک متنا رو متن مثلا با معنی بنویسین چون که بعدا آژانس مسافرتی خودش نیاز پیدا میکنه که متن و با توجه به شعاری که داره تیم مارکتینگشون تصمیم میگیره که چه شعاری استفاده بکنه شما فقط میخواین دیزاین اصف انجام بدین الان برای این متنایی که اینجا هست شما میتونید از ابزار استفاده بکنید به اسم لاریم ایپسوم لاریم ایپسوم چه کار میکنه میاد یه سری متنای فارسی بی معنی درست میکنه که شما میتونید جا بده اینجا که صرفا فقط نشون بده که وبسایت چه شکلی میشه اگر شما کل متن و کل وبسایت رو با فونتای مثلا فارسی استفاده بکنید الان من سایت لارم ساز رو باز میکنم روی این کلیک میکنید تولید کننده میام روی جمله ببینم چند جمله نیاز دارم تر باز. و باز آلتو نگه میدارم زوم خب دو خط کافیه فکر میکنم یک کپی مت میزنم میام توی آدو بیکسی دبل کلیک چند بار کلیک کنترل وی بعدش راست چین و بعدش فونت رو عوض میکنم فونت انجمن. این می میبینی که چقدر راحت میشه عوض کرد بعد مثلا اینا رو هم میشه قرینه کرد خب این الان صف هم هیرا سکشن ماست بعضی میپرسن خب آقا توی سایت های فارسی لوگو سمت راست یا مثلا دکمه عضویت این ور سمت چپه اینا رو هم شما میتونید خیلی راحت عوض بکنید کافیه باز بیای زوم بکنی اول کاری که من میکنم اینه که به جای این لوگو رو بکشم اول این بکگراندی که اینا انداختن اینجا رو من قف میکنم که جاش عوض نشه میان توی اسید اینو قف میکنم عالی الان یه مقدار میان بیرون این لوگو رو میگیرم دبل کلیک دبل کلیک میکشمش میذارمش مثلا اینجا بعد اینو دکمه ساین اپ هم بر میدارم میذارمش اینجا یه چی داریم یه دکمه ورود هم داشتیم آه دکمه زبان تغییر زبان تغییر زبان هم میاریم میذاریمش اون ور دکمه ساین اپ بعد دکمه ورود هم داشتیم اینم میذاریم اینجا این لوگو رو هم این لوگو ها هم دبل کلیک میکنم فیکسش میکنیم اینجا حالا سوال پیش میاد که یه مقدار آقا این به هم ریخته شد چه کار کنیم که این نسخه انگلیسیش منظم باشه خب کاری که میکنیم اینه که اسم روی اسم و آرت بورد کلیک میکنیم اینجا اسم آرت بورد بعد روی گرید کلیک میکنیم که این گرید فعال باشه الان که این گرید فعال شد ما خیلی راحت تر میتونیم اینو تنظیم بکنیم پس من این لوگو رو ببینید دو لوگو رو دوباره دبل کلیک چند بار کلیک اینو میکشم نه چند بار کلیک روی لوگو اینو میچسبونمش به اون آخرین گریدی که هست اونجا صفحه آبی شده بعد دکمه لاگین رو هم یه مقدار میاریم اینور دکمه ساین اپ هم کشی میندازیم اینجا این دکمه تغییر زبان هم باز میچسبونیم به اون آخر آخر حالا اینا یه مقدار فاصله شون رو تنظیم میکنیم آها آه. ما حالا باید متن اینا رو عوض بکنیم این لوگو وبسایتمون اینجاست من میتونم بنویسم آقا مثلا خانه صفحه نخست یا اینجا میتونم بنویسم چی خرید بلیت هر چی هر چی دوست داریم میتونیم بنویسیم اینو می این این عوض میکنیم مثلا هتل ها یا چی دیگه چی اینجا داریم تور اینم هم که میتونیم بنویسیم ورود این هم میتونم بنویسم عضویت خب این هم که تغییر زبان هیچی بعدش میایم متن اینا رو فونتشون رو عوض میکنیم البته این هنوز ست نیستن اینجا این دکمه وروده یه مقدار باید بیومد بالا حالا ست شد خب این تو رو هم درست میکنیم یه مقدار اینا رو باید کار کنید تا ست بشن این انجمن رو من از اینجا اضافه میکنم فونت انجمن دوباره فونت انجمن بیاین بالا بیاین بالا انجمن همه ای اینا رو من اضافه میکنم به فونت انجمن حالا لینک های منوی که اینجا هست این مقدار فاصله شون زیاده کاری که ما باید بکنیم اینه که کنترل و شیفت و نگه میداریم روی خانه کلیک میکنیم بعدش خریده برید بعد هتل و بعد تور اینا رو راست چین میکنیم و تراس الان اینو که کلیک کنیم میبینید که فاصله شون تنظیم شده حالا دل خواهی شما میتونید اینا رو بکشید بیاری نزدیک لوگو و بعدش هم اینجا مثلا دکمه اوزیویت رو داریم من چند بار کلیک بکنم که بتونم متنش رو فونت این متن رو عوض کنم به انجامن و بعدش ورود هم به انجامن بیاییم بالا انجامن الان ما کاری که باید بکنیم اینه که این قسمت رو که الان حالت چپچین داره رو بیاریم این سمت یعنی سمت راست اینو میگیریم میکشیم میاریمش این ور و بعدش این آیکون پلی میاریم سمت راست مت یعنی روی این آیکون پلی مت کلیک میکنم من میارمش این ور متن این پلی دمو رو خب اینو... خب اینو من کلیک میکنم اینو میبریم اون بر. خب الان ما اینو اینجا داریم این پلی پخش ویدیو این پخش ویدیو رو من فونتش میذارم انجامن این آیکونه این آیکون پلی ویدیو رو هم ما میتونیم معکوس بکنیم ولی خب حالا اگر دوست داشتین باشین میتونین همینجور نگهش دارین و این دکمه فایند آوت ها رو من مثلا میتونم بنویسم خرید تور خرید هتل مثلا خرید هتل یا خرید بلیت این از این فونتش هم میذاریم انجامن و بعدش سیف می‌کنیم خب حالا این شد طرح رابط کاربری که ما طراحی کردیم این عکس خانومی هم که اینجاست میتونین شما پاک بکنین و عکس خودتون رو بذارین. خیلی راحت میشه. ادامه‌ی صفحه‌ای که ما الان توی این ویدیو توضیح دادیم رو با همین روش خیلی راحت فارسی کنین. فونتش عوض بکنین و قرینه بکنین و بعدش استفاده کنین برای وبسایت خودتون یا اینکه مشتری جذب بکنین و واسهش طراحی لندینگ پیج انجام بدین. البته خب من اصلا کار با آدابیسی اون چنان بلد نیستم. فقط همینجور برای اینکه بهتون توضیح بدم اومدم اینو فارسی کردم اگر میخواین آدوبیکسی رو بیشتر یاد بگیریم، خب میتونید توی یوتیوب سرچ بکنید در مورد آدوبیکسی خیلی آمدن مطلب گذاشتن آموزش های خیلی خوب گذاشتن میتونید از اونا استفاده بکنید این صرفا یه دستگرمی بود که هم یاد بگیریم چطور تر رابط کاربری رایگان میشه دانلود کرد و چطور میشه فارسیش کرد و برای پروژه های ساده حداقل استفاده کرد امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین توی ادامه دوره های آموزشی این چنل با من همراه باشین